سلام دوست عزیز، امروز میخوام بهتون آموزش بوریک بدم. یک بوریک خیلی خیلی راحت و در ابتدا برای بوریک ما سس نیازه که سس بوریک ما برای سس ما دو قاشق کره نیاز داریم. کره رو من از قبل آب کردم. دو قاشق سرکه نیاز داریم، دو قاشق غذاخوری، البته 4 قاشق غذاخوری آرد نیاز داریم و یک لیوان آب خوری روغن مایه نیاز داریم. الان به کره ما باید آرد رو اضافه کنیم، سرکه و روغن مایمون رو اضافه میکنیم و بعد با یه همزن یا با چنگال، فرق نمیکنه، همش میزنیم تا خوب مخلوط بشه. برای دوستای عزیز سس ما آماده است برای بوریک، همینقدر کافیه. دوستای عزیز در قسمت بعدی ما نیاز داریم به پنیر و یک ذره تخم مرغ برای لایه وسط بوریکمون. البته شما اگه خواستین میتونین پوره اسفناج هم به پنیرتون اضافه کنین که بهتر میشه، ولی ما چون نداشتیم اضافه نکردیم. من از این بس پنیرم بستگی به خودتون داره، هر چقدر خواستین میتونین اضافه کنید. پنیر رو خوب با یه چنگال خوردش میکنیم. و فرق نمیکنه از چه پنیر استفاده کنین. دوستان عزیز اگه خواستین میتونین به پنیرتون سودا هم اضافه کنین، بهتر میشه. اگه هم که نداشتین اشکال نداره. دوستان عزیز همینجور که میبینید من پنیرمو خوب خوردش کردم و الان نوبت اصلی کارمونه که ما در این قسمت نیاز به 4 تا یوفکا داریم که من یوفکا از قبل گرفتم. من از این یوفکا استفاده میکنم که میتونین اونو از مغازه ترک ها تهیه کنین و یا اگه یوفکا بگین میفهمن. و ما اینجا به فرد به 4 تا یوفکا نیاز داریم. بچه ها موقع واس کردنش مراقب باشین که چون خیلی نازک ممکن تیکه تیکه بشه.
دوستان عزیز، در این قسمت ما از سسمون استفاده میکنیم. از سسمون روی یوفکامون میریزیم. و با یه چنگال و یا هر چیزی میتونیم روش تخشش کنیم سسمون روی یوفکامون. سعی کنید همه جای یوفکاتون بمالیدش. و همینطور یوفکامون رو روی هم پهن میکنیم و از موادمون روش میرسیم. دوستان عزیز، سعی کنید تن از کره استفاده کنید. یکی از یوفکای من تیکه تیکه شد. همینطور میبینید، شما مراقب باشید از شما نشه. خیلی با احتیاط بازش کنید. همیشه سعی کنید لایه‌ای که خراب میشه از پیشتون در آخر بذاریدش، چون اینجا لایه روی هم میشه و کارتون هم خراب نمیشه. بله، و در آخر وقتی همه یوفکاتون رو بهش کره، اساس کره و آردتون اینا زدین، گوشه هاشو میگیریم اینجا تا میکنیم، به جلو میاریم، رو به جلو. و در آخر ما نیاز به و بله، در این قسمت ما پنیرمون رو اضافه میکنیم. پنیرمون روی بعد از سا کردن یوفکامون رویش میرسیم و همه جاش پخشش میکنیم. دوستان عزیز، شما میتونید تخم مرغ هم به پنیرتون نزنین، پنیر خالی رو فقط خرد کنین و در یوفکاتون استفاده کنین. بله، من در این قسمت اینجاش خیلی مهمه، اینجا رو بگین
گوشای یوفکاتون اینجوری تا کنین، به این صورت سعی کنید اندازه باشن. در این قسمت ما یوفکامون برش میکنیم، به تیکای کوچیک در میریم اینجوری. بله، همونطور که میبینید بورکای ما به تیکای کوچیک در اومده. الان اینا رو ما داخل فر میذاریم. دوستان عزیز الان گذاشتن نوبت گذاشتن داخل فره، که من داخل سینی فرم کاغذ روغنی گذاشتم و به این ترتیب بورکامو میچینم توی سینی فرم. دوستان عزیز بهتون توصیه میکنم حتما درست کنید، خیلی راحت، خوشمزه و زود درست میشه. دوست عزیز همونطور که میبینید من بورکامو داخل سینی فر چیدم و در آخر برای روی بورکمون، برای که سفید نیاد، از تخم مرغ و شیر من استفاده کردم. یک زدی یک عدد تخم مرغ داخل بشقاب ریختم و دو قاشق غذاخوری بهش شیر اضافه کردم و هم زدم و الان اینو روی بورکام خوب میمالیمش.
بله دوست عزیزم، نوبت گذاشتن برکمون داخل فره. من فر رو روی درجه 200 درجه گذاشتم و این باید به تا موقعی قشنگ روش سرد بشه داخل فر بمونه. دوستان عزیز، همونطور که میبینید برک ما آماده است، بسیار رنگ خوبی دارد و میتونید حتما درستش کنین و در صبحانه بخورید. بسیار همونطور که میبینید خوبه. دوستان عزیز، برک ما کاملا آماده است و همینطور که میبینید بسیار رنگ خوبی داره. بهتون توصیه میکنم حتما درستش کنید، بسیار در یک وقت کمی درست میشه و لذت خیلی بالایی داره. دوستان همینطور که میبینید برک ما کاملا آماده است. میبینید بسیار رنگ خوبی داره و در مدت خیلی کمی میتونید درستش کنید. مناسب برای صبحانه هستش و لطفا دوست عزیز اگه دستور ما رو پسندیدید لایک و کامنت یادتون نره و کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید و تا یه ویدیوی دیگه امیدوارم جور و صحتمند بشین. خدا نگهدارتون.